چند روز پیش یه پسر چوپونی از یکی از روستاهای استان فارس توی برنامه عصر جدید حضور پیدا کرد و یکی از ترانه‌های محلی منطقه خودش رو اجرا کردش که در انتهای این اجرا ژاله صامتی به این اجرا رأی قرمز داد و صحبت‌های تندی رو با این پسر انجام دادش که بریم با هم توی این ویدیو و توهین ژاله صامتی توی شبکه‌های اجتماعی خیلی وایرال شده رو با هم ببینیم. شما هم برای اینکه ویدیوهای جنجالی بعدی رو از دست ندید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. خب ماجرا از این قراره که یه پسر چوپون روستایی از استان فارس توی برنامه عصر جدید حضور پیدا میکنه و با لهجه محلی منطقه خودشون یکی از اون آوازهای محلی که موقع چرای گوسفندا توی دشت و صحرا میخونده رو توی این برنامه به صورت زنده اجرا میکنه که خب هم تماشاچیا خیلی خوششون اومد از این اجرا، هم تمام داورا و حتی کارن و همایون فر که معمولا سخت به اجراهای موسیقی رأی سفید میده، اولین نفر توی این اجرا رأی سفیدش رو دادش. داورای دیگه هم خیلی از اجرا خوششون اومد و بهش رأی سفید دادن، ولی خب خانم ژاله صامتی علی‌رغم اینکه از اجرا خوشش اومده بوده تو کل تایم اجرا داشت لذت میبرد، ولی در انتها رأی قرمز. توجیهش هم برای این رأی قرمز این بودش که تو اگه از روستا پاشی بیای تهران ممکنه هزار جور مشکل برات پیش بیاد، مجبوری لهجه تو عوض کنی. اینجوری نیستش که از روستا پاشی بیای تهران و فردا غرق در پول و ثروت و اینا باشی. واسه همینم من مادرم و تو هم مثل بچهای خودم میدونم و دلم نمیخواد که ضربه و آسیب ببینی، واسه همینم رأی قرمز بهت داد. در ادامه هم یه سری صحبت ها انجام داد که حالا توی شبکه‌های اجتماعی مختلف به اسم توهین ژاله صامتی به پسر چوپون خیلی وایرال شد که حالا از نظر منم خیلی توهین نیستش. حالا یه ذره شاید سختگیرانه صحبت کرده، ولی خب توهین‌آمیز شاید به حساب نیاد صحبتاش. بریم با هم صحبت‌های ژاله صامتی رو گوش بدیم، ببینیم به این پسر با استعداد چه صحبتی انجام داده. خسته نباشی. ممنون متشکرم. من صداتو خیلی دوست داشتم. مشخص. خیلی به دلم نشست. بله داره میبینی. بله تابلوه قشن موسیقی. ولی داره آقای امیر. ولی خیلی راه داری. این که تو الان اینجایی لطف خداونده و قلب مهربونت واقعا، ولی این به این معنی نیستش که حالا مثلا جلسه بعد قراره تو یه کار دیگه عجیب غریبی ما ازت ببینیم. من به بعد فکر میکنم، برخلاف آقایی که اینقدر احساساتی هست بس که برعکس شده جامو در درسی بیزو که شما بین خواست کنی دوباره. آقایون احساساتی شدن، ولی من در این حالی که به هر حال دوست داشتم، صدا تو دوست داشتم و چیز که ازت شنیدم به نظرم می که اگر که بهت سفید دادم یه جوری بهت لطف نمی کردم واقعا. من چون مادرم میدونم. الان چرا فکر کردی که تو همین الان اگر همین الانم راه افتادی اومدی تهران شروع کردی قراره درآمد داشته باشی و اتفاق بهتری برات بیفته؟ نه سوال خوبیه. چرا یه همچین فکری میکنی؟ این و این اشتباه من این سوالو میکنم از این جهت که خیلی از بچه‌ها بدون اینکه بدونن فکر میکنه اگر وارد عرصه هنر بشن خیلی اتفاق عجیب و اولین چیزی که گرفتارشون میکنه همین ماجراست، همین شوئی که وجود داره از دور و تو الان امروز اومدی وارد یه جایی شدی با مزه است، جدیده، همه اینا وجود داره، یه سری آدم دارن کمکت میکنن، این میگه این کارو بکن، این میگه این کارو نکن، یه سری دست میزنن، یه سری ما میشینن اینجا، این شکلی نیست واقعا. یه دفعه میبینی توی خیابون وایسادی وسط این خیابون هیچی دور و برت نیست. این ماجرا این نیستش که تو حالا از اونجا کندی اومدی اینجا یه دفعه چیزی اتفاق عجیب غریب میفته. اینجا اومدی یعنی تو اول باید شروع کنی کلاس بیان بری، لهجت فراموش بشه، بتونی حرف بزنی، باید کتاب بخونی، باید ادبیات بدونی، باید شعر بدونی. این شکلی نیست. بعد تازه برید موسیقی بدونی همه اینا. این که آدم گوش موسیقی داشته باشه یه حرفه ده. که میتونم بگم 80% مردم این مملکت گوش موسیقی دارن. همه ما میتونیم اگه یه آهنگی رو گوش بدیم 10 دفعه گوش بدیم بخونیمش. ببین یه چیزی بگم، من با اینکه خانم صامتی کاملا الان موزهشون موزه روبروی من به عنوان سازنده این برنامه است، ولی به نظرم خیلی داره نکته درستی میگه.
درست میگم. من یه لحظه فکر کردم آقا من تایکواندو، مجید اسماعیلی اینجا تایکواندو است، همین تو خودت دست به تولیدی، کارن همین طور، خانم صامتی همین طور، کلی هم دوست و رفیق و همکار داریم. تمام لالو حرفایی که خانم صامتی زد یه لحظه گفتش که این برنامه تموم میشه وسط این خیابون تنها وایسادی ها. یعنی چی؟ یعنی اقتصاد این بچه بله. که سبک زندگیش، من یه لحظه واقعا ما در هر دوره تو یادته چقدر نگران بودیم یه نوجوان از یه جایی میآوردیم که آقا این جهانش رو تعریفش به هم نخوره. حرف همین درسته، ما کارمون کشف استعداد که بگیم آقا توی روستاهای دورافتاده این مملکت شبیه بابک دارن زندگی میکنن. بله. اما حالا یه خطر وحشتناک وجود داره، بابک با این سبک زندگی که برای شما تعریف کرد در اون روستا و چرا بردن گله و همه اون ماجراها، یه لحظه به اقتصادش من فکر کردم که آیا تهیه کننده ای در پایتخت این کشور هست که روی بابک سرمایه گذاری کنه و جهانش رو تغییر بده؟ آیا میتونه از این کار پول در بیاره؟ حالا به نظرم حد وسط این شوخی که با دوبلورمون میکردیم بین همدان و شیراز یزد رو گرفتیم اینه که دارم به این فهم کنم شاید پخش اجرای بابک در برنامه ما حداقل به اون همه هموطن باحال با معرفت ما که در فارس زندگی میکنن، فارس استان بزرگیه، دارم مثال میزنم، شاید بتونه کسی، حتما اونجا استاد وجود داره برای بابک، حتما هست که میتونه رایگان کمکش بکنه. چهار تا روستا اونورتر، شهرستان نزدیک به روستای بابکینا صداش کنه، چهار تا کلاس براش بذاره، حتی اگر تونستیم ما این کار انجام بدیم و شاید حتی بتونه تبدیل به یک حرفه بشه. ما میدونیم تو اقلیم بابکینا عروسی های خیلی باحالی برگزار میشه. اصلا شاید این بابک تونست تو عروسی های اون اقلیم بخونه و درآمد هم داشته باشه و دیگه بشناسنش و صداش کنن، ازش دعوت بگیرن، بگن آقا ما این مراسم داریم، فلان داریم. میخوام بگم حد وسط اینم شاید یک کورسوی امید جذاب باشه. بهتر و عقلانی ترش به نظر من اینه که تو همون استان دوستانی، هنرمندانی ببینن این برنامه رو، یعنی این بشه یک تو استان خودشون فعالیتونی آره که نزدیک خانوادهشون هم بشه، که نزدیک خانوادهش بشه، چون بله. بتونه هم کارشون بکنه هم هزینه‌هاش هم کم کنه، همه اینا دیگه، یعنی تعلیم ببینه، دانش اندوزی کنه واسه این کار. این عقلانیه، ولی این که ما بگیم الان این بچه قرار بگیره سفید بدم یه دفعه بره بالا چی می‌خواد؟ نه یه ضربم بیاد تو موقعیت یه خواننده حرفه‌ای بخواد قرار بگیره مسلماً. خب حالا شما با تحلیل این موقعیت گزینه سومی که مطرح شد و اینها، کماکان رأیتون قرمزه؟ من قرمز رو به این جهت دادم چون اگر که سفید بدم اون وقت میرسیم به یه داستان عجیب غریب. خب رفقا نظرتون راجع به صحبتایی که جالی صامتی انجام داد چی بود؟ به نظرتون واقعا حرفاش توهین‌آمیز بود؟ حتما نظرتون تو بخش کامنتا برامون بنویسید. یادتون هم نره که از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو هم حتما بزنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه. پیشنهاد می‌کنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو هم تماشا کنید.